Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hamd-ı sana Allah subhanahu teala ki bana fırsat humurdat ki dersi cedidire bakanım. Dersi siva hüştümez fe'l-i muzari'. İb fe'l-i muzari'i kest fe'l-i rabiyen ki be zamanı hal ayında delalet mek. Yani du zamanı da vermeyin. Hem hale hem ayında. Mesela vakti kimi diye ki yaktubu menevisat va hali yok va hat nevişt yok va hat nevişt dira ayında yani hamuru monomita hamuru monomita yaktubu menevisat yok va hat nevişt yadrusu çimana ders meyhanat ya ders khahat khand vakti kemi kısmı dagi fiil mazari vermeyin mesela yasru kumak menemayat یا کمک خواهد کرد. باز پس با شما میخواییم اگر میخواییم پوزر مخصوص بسازیمش مثلا به حال یا باینده باز نگم چه مثال آدم. ید رو بمیزد و یا خواهد زد. این فعل مضارع است. ساختمان فعل مضارع چه قسم است؟ میگه فعل مضارعی که است از ماضی ساخته میشه. همه قسم که 14 تا وزن داشتنی این هم از امو ساخته میشه. خود چه قسم میسازیم؟ میگه به خاطر که بسازی در اولش فعل ماضی اول حروف مضارعت میاری حروف مضارعت حروف مضارعت چیست میگه؟ میگه حروف مضارعت 4 حرف است همزه تا یا نون که جمعش کنی میشه اتین اتین یا نعتی فهمیدی؟ که جمع اتینه یا نعتی میشه این حال وقتی کنیم 4 حرف است این 4 حرف هست چکیوی یکی شده صده از فیل آوردی مثلا بر مذکر حرف مزارعت یا استعمال میشه مثلا کتبه بود میگیم یکتوبو درسه بود میگیم یدرسو چی رو داشتید کردیم یاره نصره رو میگیم ینصرو دربه رو میگیم یدربو پس ای شد فیل مزارع یا برمانه است تا در اول فیل زیاد میشه بر مذکر یا برمانه است چی؟ تا مثلا این تکتب فاطمه تو الدرس تدرس لیلا لیلا درس میخواند تنصر المعلمه تو التلامیده معلم شاگرده خدا کمک میکند تدرب الام و بنتها مادر دختر خدا لط میکند با جا دنیا را سوختانده لطش میکند پس اینجا ایت هست بر متکلم مفرد مثلا حرف همزه را میاریم مثلا میگیم که میگفتیم کتب تو حالا میگیم اکتوبو اکتوبو من نوشته میکنم اکتوبو درس ما درس نوشته میکنم ادرسو ما درس میخوانم انصرو تلامیزه ما کمک میکنم شاگردارم ادربل امثلته ما مثالها را بیان میکنم یعنی ضرب المثل میگم فهمیدی یعنی برای متکلم مثنا و جمع نون میاریم چی میگیم؟ میگیم نکتوبو پس یکتوبو تکتوبو اکتوبو نکتوبو فهمید یعنی؟ مثلا نکتوبو درس ما درس ها می نویسیم ندرسو مثلا درس می خوانیم ننصرو کمک میکنیم ننصرو تلامیده شاگرده رو کمک میکنیم ندری بولم سلطه ما مثال ها رو بیان میکنیم اینه پس این شد فعل مضاری دیگه چی است؟ فعل مضاری به سه وزن میاد یفعلو 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 عینش یا فتحه میداشته باشه یا کسره میداشته باشه یا ضمه دیگه حرفاش هم قسم عادی است یا یفعلو میگی عینش فتحه میتی یفعلو یا یفعلو مگه تفصیل آن را در درس های بعدی ان شاء الله تعالی میخوانیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم درس 38 فعل مضارع. اول ما تعریف چه میگیم که فعلی است که به زمان حال و آینده دلالت میکنند یعنی به دو زمان هم به حال و هم به آینده. مثلا یکتب می نویسد یا خواهد نوشت یا درس و درس میخواند یا درس خواهد خواند.
ید رو بو میزند یا خواهد زد. و دیگه ساختمان فعل مضارع ما میگیم فعل مضارع از فعل ماضی ساخته شده است که ایره ما میتونیم اولش میتونیم که در با حروف مضارع زیادش کنیم که حروف مضارع همزه تا یا و نون میباشه یا نعتی جمعش عتین یا نعتی میشه. دومش برای مذکر یا استعمال میشه، مثلا ما میگیم یکتبو، یدرسو، ینصرو. برای مؤنث تا استعمال میشه، مثلا تنصرو، تدرب الام و بنتها. دیگه چهارمش برای متکلم مفرد حرف مضارع همزه استعمال میشه، مثلا اکتبو، انصرو. دیگه پنجمش برای متکلم مثنا، برای متکلم مثنا و جمع نون میایه، مثلا نکتبو، ندرسو، ننصرو. و ششم و این فعل مضارع به سه وزن میایه، یفعل، یفعلو، یفعلو، یفعلو. فقط عینش تغییر میشه که سه وزن داره. بسم الله الرحمن الرحیم. فعل مضارع، فعل مضارع فعل است که به زمان حال و آینده دلالت میکنه، مثلا یکتب و یدرس و ینصر. همین ساختمان فعل مضارع، همین فعل مضارع از فعل همین ماضی گرفته شده و چند قسم، یعنی به چند نوع ترتیب که در اولش آغاز فعل با اضافه کردن حروف مضارعت که همزه تا یا و نون میباشه، و همین دومش بر مذکر یا استعمال میشه، مثلا یاد اول فعل مثلا یکتبو عبدالله، یدرس مصطفی، ینصر احمد. و به می مؤنث ها در اول فعل استعمال میشه، مثلا تکتبو، تدرسو، و دیگه یا تنصر و معلمتو. و دیگه چهارمش بر متکلم مفرد همزه در اول استعمال میشه، مثلا اکتبو درس. و دیگه پنجمش به می متکلم مثنا و جمع حرف امی نون دول اضافه میشه، مثلا نکتب درس، ندرس درس. و این فعل مضارع به سه وزن میاد که مثلا یفعلو، یفعلو و یفعلو.